امروز اومدیم مزرعه انواع توت‌ها که به عنوان سالم‌ترین میوه‌ها شناخته میشن، چون علاوه بر اینکه سرشار از آنتی‌اکسیدان هستن، هم فیبر بالایی دارن و قند کم. دو عاملی که خیلی مهمه برای اینکه میوه‌ها برای سلامت ما مفیدتر باشن. ولی یه عده اعتقاد دارن که میوه که قند طبیعی فروکتوز رو داره، امکان نداره برای سلامت ما مشکل ایجاد بکنه. ولی یه عده‌ای هستن که میگن باعث دیابت، کبد چرب و چاقی میشه. برای جواب این سوال همراه ما باشین و علاوه بر اون می‌خوایم با روش مناسب مصرف میوه‌ها، بهترین زمان مصرفشون و مقدار مناسب مصرفشون آشنا بشیم. یعنی ما که چیزی نمی‌خوریم، فقط میوه می‌خوریم شبا، در صورتی که همونه که باعث این مشکل میشه. راهنمای تغذیه آمریکا توصیه میکنه که در طول روز ما به اندازه 1.5 لیوان تا 2 لیوان میوه مصرف کنیم که هر لیوان 236 میلی لیتر هستش. ولی بسیاری از افراد به خاطر خاصیت میوه مقدار بیشتری از این حد مصرف میکنن و حتی میوه رو به عنوان جایگزین سالم برای صبحانه یا وعده شام میکنن. مثلا صبحشون رو با یک موز یا یک سیب شروع میکنن یا به عنوان شام یک بشقاب میوه مصرف میکنن. با اینکه میوه ها سرشار از مواد مغذی آنتی اکسیدان هستن، ولی در حقیقت نمیتونن که جایگزین سالم برای وعده غذایی باشن، چون نه پروتئین نه چربی سالم مورد نیاز ما رو دارن و همچنین عمدتاً از کربوهیدرات تشکیل شدن، نیمی از قند ساده گلوکوز و نیمی از قند طبیعی میوه به نام گلوکوز. و اینجوری ما یک افزایش سریع سطح قند خون میگیریم که به دنبالش ترشح انسولین خواهیم داشت. در نتیجه اون انرژی و حس سیری که از میوه ممکنه داشته باشیم فقط کوتاه مدت هستش، خصوصا اگر که میوه به حجم بالا مصرف بشه و یا با معده خالی در وعده اول روز. در این بخش برنامه گلناز رضایی متخصص تغذیه برای ما توضیح میده که تفاوت بین گلوکوز که قند ساده است و فروکتوز که قند طبیعی میوه هست در چی میتونه باشه. گلناز جان، قند طبیعی میوه که فروکتوز هستش میتونه برای سلامتی ما مضر باشه؟ فرشته جان چقدر سوال عالی پرسیدی، چون خیلی از آدم‌ها از من همیشه این سوالو میپرسن که فروکتوز که قند طبیعی هست، یعنی قند طبیعی میوه هست که بهش در واقع ما میگیم مونوساکراید، یعنی قند طبیعی ساده هست، آیا ما هر چقدر بخوریم اوکی هست یا نه؟ واقعیتش اینه که درسته که قند میوه هست، ولی بستگی داره که ما چه اندازه میوه مصرف میکنیم، چون بالاخره قند هستش. خیلی از آدم‌ها فکر میکنن که قند میوه با قند مصنوعی فرق میکنه، در صورتی که وقتی میره تو بدن شما همونجوری جذب شده، یعنی بدن نمیدونه که این قند الان از شکر مصنوعی اومده یا این قند الان از میوه اومده. بر همین خیلی نمیتونه بدن اینا رو از هم تشخیص بده. میوه بسیار چیز خوبیه، چرا؟ چون فایبر داره، آنتی اکسیدان داره، ویتامین داره و مینرال، ولی اندازه میوه خیلی خیلی مهم است. و همینطوری به این معنی نیست اگه ما فروکتوز چون تو میوه است مصرف کنیم هیچ اشکالی نداره، چون اونم باید نظر من بین 2 تا 3 تا در روز ما نباید استفاده کنیم. یه نکته دیگه هم هستش اینه که خیلی چون فروکتوز یه قند طبیعی هست، خیلی ها فکر میکنن که اگر فروکتوز رو توی مثلا خیلی از درینک ها که الان مصرف میکنن مثل آب میوه پشتش نوشته فروکتوز، در صورتی که اون یکی از مضرترین نوعای قندی هست، چون به طور مصنوعی به آب میوه و نوشیدن شیرین اضافه میکنن. به این هوا که مردم فکر میکنن همون قند میوه است و اگه استفاده کنن مهم نیست، در صورتی که این خیلی میتونه به کبد ما ضرر برسونه. و واسه همینه که خب این آب میوه هایی که ما معمولا به خاطر ویتامیناش مصرف زیاد میکنیم، از بچگی هم همیشه خیلی اصرار بهمون میشد که لطفاً یه میوه مصرف کن، آب میوه خیلی بهتر هم هست. واقعا همین دقیقا مسئله فایبر خیلی کمک میکنه به اینکه سلامت میوه حفظ بشه، جوری که جهش نداشته باشه. دقیقاً کاملا میشه. آره. پس این باور درست هست که آب قند خالص میشه وقتی ما آب میوه رو میگیم. اصلا آب میوه دقیقاً انگار که دارین شما شکر تو آب میریزی مصرف میکنی. من اصلا با مصرف آب میوه مخالفم، چون نه فایبر داره، هیچی توش نداره و شما انگار داری نه تنها قند میده، بلکه یه عالمه قند اضافه هم بهش اضافه میکنن، چیزای رنگی بهش اضافه میکنن. برام یکی از بدترین مواد غذایی که ما میتونیم مصرف کنیم. یعنی حتی آب میوه طبیعی که در منزل گرفته میشه، ببینین اونایی که در منزل میگیری خب چیزای افزودنی نداره، ولی تمام فایبرش رو میگیری، دوباره وقتی که میخوری همون لحظه قند خون شما خیلی زود میره بالا. برای مواقعی که توصیه میشه میوه مصرف نشه چه موقعی فکر میکنید؟
بهتره حواسمون باشه. ببینید وقتی که شما از خواب پا میشین، بدترین موقع است که میتونید میوه مصرف کنید، چون شکم شما خالیه و هیچی توش نیستش. اگر شما میوه رو مصرف کنی، شما قند خونتون سپایک میکنی، یه دفعه میره بالا، انسولین زیادی توی بدنتون ترشح میشه و باعث میشه چه شما بیماری قندی داشته باشی چه نداشته باشی، باعث میشه قند خون شما بسیار بالا بره و از همه بهتر 90 دقیقه بعد بسیار شما احساس ضعف میکنی و احساس گرسنگی میکنی و اون موقع هی میری یه چیزی برمیداری و میخوری. یکی این موقع است. یکی این که قبل از خوابم من اصلا توصیه نمی کنم. چرا؟ چون میریم به شما به خواب میتونه انسولین دوباره الیویتد بشه، برای همین قبل از خوابم زمان مناسبی برای مصرف میوه نیست. و چقدر ما توی فرهنگ ایرانی ها میبینیم که بشقاب میوه رو پر میکنیم و دوره هم دوست داریم یک چیز سالم فکر کنیم داریم میخوریم، ولی مقدار زیاد بیشتر مصرف میشه وقتی که فکر میکنیم چون میوه است طبیعیه. و این خیلی ممنونم که گفتی، چون خود من یکی از حرفات بگم شبا خیلی حواس میوه میکنم و آدم متوجه نیست که اتفاقا قند میوه است که آدمو کشیده میکنه بهش. تا اتفاقا این چیز خیلی جالب گفتی، خیلی از کلاینت های من میگن گلناز که قند دارن، میگن گلناز ما که چیزی نمیخوریم فقط میوه میخوریم شبا، در صورتی که همونه که باعث این مشکل میشه، چون میوه خیلی قند بالا، مخصوصا هندوانه، واترملون، خربوزه، این چیزایی که بسیار قند بالایی داره و در فصل تابستون خب خانم‌ها اینا رو خیلی مصرف میکنن برای اینکه میخوان خنک بشن و معمولا بعد از شام هم مصرف میکنن. خیلی آره و میتونه خیلی کانتر پروداکتیو باشه. خیلی ازت ممنونم که اتفاقا توصیه کردی که چه میوه هایی رو یه مقدار محدودتر بر مصرف بکنی. درسته. دیگه چه میوه‌ای جز هندونه هست که ببین هندونه، طالبی، اینا، خربوزه، جزء پاین، آناناس جزء میوه‌ای هستن که گلیسمیک ایندکس بالایی دارن. انجیر هم جزء اون در واقع میوه‌ای که گلیسمیک ایندکس بالایی داره، ولی حتی اینو اگر بعد از اینکه پروتئین مصرف می‌کنین این میوه‌ها رو بخورین، قند رو به اون سرعت بالا نمیبری، مثلا بغلش ناتس بخوری یا بعد از مثلا یه پروتئینی بخوری به اون مقدار قند خونت رو بالا نمیبره. گفتم یه باور رایجه هستش که میوه رو بعد از غذا مصرف نکنیم چون فاسد میشه و غذا رو فاسد میکنه و اصلا کلا خاصیتش رو از دست میده اگر روی شکم پر مصرف بشه. از نظر علمی این باور ثابت شده؟ ببینید از نظر علمی اگر ما نه غلطه، میوه رو بعد از غذا استفاده کنیم، نه توی استومک شما یا همون معده چیزی که فاسد نمیشه، ولی اتفاقی که میفته کسایی که مشکل دایجستیو سیستم دارن ممکنه برای معدهشون مشکل به وجود بیاد. من خودم کلن هیچ وقت بعد از غذا میوه نمیخورم. وقتی میگی مشکلات دایجستیو سیستم یا مشکلات گوارشی افراد دارن، یعنی زخم معده یا اسید معده، یعنی چه جور زخم معده دارن؟ اسید. و بعضی آدما اصلا معده های حساسی دارن، برای همین من یه چیزی همیشه به آدما میگم، همیشه شما خودتون باید به بدن خودتون گوش کنید. ما این که مسئول بدن خودمون هستیم. شاید من الان اگر پرتقال بعد از غذا هیچ اتفاقی برای من نیفته، ولی ممکنه برای فرشته جان بیفته. برای همین شما بهترین دکتر خودتون هستید. Listen to your body. به بدنتون گوش کنید که ببینید چی براتون بهتره. برای که بتونیم از خاصیت میوه ها یک استفاده مفید و سالمی ببریم، میتونیم قند خونمون رو با این روش هایی که از نظر علمی ثابت شده کنترل کنیم. گفته میشه که کنار میوهمون خیلی بهتره که یک منبع پروتئینی سالم داشته باشیم، مثل ماست، مخصوصا ماست یونانی، پوج پروتئین در یک اسموتی میوه و یا تخم مرغ. همچنین گفته میشه که چربی سالم به میوهمون اضافه کنیم، مثل دانه ها، یعنی مثل دانه چیا، ارده، مغز ها، کره بادام زمینی، آووکادو. و همچنین گفته میشه که مقدار فیبر میوهمون رو ببریم بالا، مثلا میتونیم در سالادمون میوه مصرف کنیم، میتونیم در اسموتی با سبزیجات همچنین مصرف کنیم و اینجوری قند خونمون کاملا متعادل میشه. همچنین حواسمون باشه که وقتی میوه خوش مصرف میکنیم مقدار خیلی محدودی رو مصرف کنیم، مثلا بار گلایسیمی کشمش بسیار از انگور بالاتر هستش و خودمون میدونیم که وقتی حجم پایینتری داشته باشه خیلی راحتتر به حجم بالا خورده میشه و ممکنه مصرف بی‌رویه‌ای داشته باشیم. همچنین زمانی که از میوه خشک آب حذف شده باعث میشه که به سرعت بالاتری قند خون ما بالا بره. اگه خرمای تر مصرف کنیم مثلا به میزان متعادل‌تری قند خون ما بالا میره تا اینکه خرمای خشک مصرف بکنیم. موقع پخت و پز خیلی از افراد به جای شکر سفید از شیره خرما و شیره انگور استفاده میکنن و درسته که حاوی مواد مغذی هستن سبب شکر سفید، اما هنوز قند هستن و به ما افزایش قند خون میدن. و آب میوه، همه ما میدونیم که زمانی که آب میوه گرفته میشه کاملا فیبرش حذف میشه و همین هم باعث افزایش سریع سطح قند خون ما میشه. میتونیم آب میوه مصرف کنیم ولی به مقدار خیلی خیلی محدود. و به طور کلی
مصرف میوه برای تغذیه سالم کاملا ضروری هستش، اما ما میتونیم استفاده مفیدتری از میوه ببریم وقتی که از این روش‌ها استفاده بکنیم و استفاده متعادلی داشته باشیم. خیلی ممنونم که در این برنامه همراه ما بودید.